درود بر شما به افغانستان 1400 با من رشاد زریر از شبکه جهانی یک خوش آمدید. آغاز کار عملی پروژه بزرگ تاپی پس از یک دهه، آیا اعتبار منطقه‌ای افغانستان بالا خواهد رفت؟ امروز ترکمنستان و افغانستان گواه گشایش کار عملی پروژه تاپی اند که ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای امارات اسلامی در رأس یک هیئت بلند رتبه نخست به ولایت هرات و سپس عازم ترکمنستان شد. پروژه تاپی که قرار بود نزدیک یک دهه قبل عملی شود و به دلایل سیاسی و امنیتی متوقف شد، پس از یک دهه دوباره چرخه کار آن به دوران افتاد و قرار است آسیای میانه را در زمینه تجارتی به آسیای جنوبی از طریق افغانستان وصل کند که گاز و نفت ترکمنستان نخست به افغانستان و سپس به پاکستان و هند انتقال می‌یابد. در کنار این، به قول ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی، تاپی جریان فایبر نوری با اینترنت سریع و ارزان، راه آهن و سرک را نیز در بر خواهد داشت. و سوی دیگر هم پروژه تاپ که حامل برق ترکمنستان به آسیای جنوبی است نیز به جریان می‌افتد. اما افغانستان چه بهره‌هایی از تاپی و تاپ برمی‌دارد و اتصال اقتصادی افغانستان به منطقه چه آینده‌ای دارد؟ در برنامه امشام افغانستان 1400 پاسخ‌های این پرسش و پرسش‌های مرتبط را می‌جویم با حضور مهمانانم اسدالله عتل آگاه سیاسی در استودیو و دکتر عبدالهادی فرهنگ رئیس تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستان و اقتصاددان از طریق اسکایپ در برنامه. بسیار ممنون از حضور مهمانان و با جناب دکتر فرهنگ آغاز می کنم. نگاه شما به این رویداد اقتصادی در افغانستان چی است؟ تاپی از دید شما چگونه ارزیابی میشه؟ سلام، حضور مبارک شما جناب رشاد صاحب عزیز که خیلی موضوع را با دلایل خوب و واضح مطرح کردین و خیلی نوید خوش بر مردم افغانستان از طریق زبان زیبای شما مردم افغانستان شنیدن تشکر و قدردانی میکنیم و ما سلام خدمت مهمان نهایت عالی قدر شما جناب عطل عزیز و تمام بینندگان در سراسر دنیا سلام احترامات تقدیم میکنم. البته صدای رسای حضرت عالی از طریق تلویزیون جهانی یک نوید خوش بر مردم افغانستان میده که تا یک پروژه بسیار ارزشمند، پروژه بسیار که سالهای سالها مردم افغانستان، اقتصاددانهای افغانستان و کسانی که به افغانستان عشق و علاقه دارند برازی منتظر بودند. این یک آلتی است که افغانستان اما عظمت و بزرگی و کیفیت توسعه اقتصادی شده سطح دنیا بسیار زیاد زمان زد و مطرح می سازد و اشتغال، کار، چیزی که ما فعلا نیاز داریم برای مردم افغانستان، او را برای مردم افغانستان مهیا خواهد کرد. ما فعلا عذاب خوردن که از زمینه اشتغال و کار نیاز داریم و شما میدانید که تاپی یک پروژه نیست، تاپی بلکه یک عظمت است، بزرگی است، مسئله اینترنت است و مسئله توسعه است، مسئله اقتصاد است و مسئله راه آهن است. در تمام مسئله زی افغانستان میتونه که استفاده بهینه و استفاده خیلی خوبی از این داشته باشه و مردم ما در کار و اشتغال شد. شما ببینید که ما از دریای ایجه از ترکیه شروع تا تمام یونان و تا جای مختلف مردم شهید و بیچاره غرق میشن. به خاطر چی؟ چرا میرن؟ چرا مثلا سر ریاست پاسپورت به صدها نفر استاد است؟ به خاطر رفتن این سر کلش علتش بیکاری است، هیچ علت دیگه نداره. شکر در افغانستان امنیت است، آرامی است، مشکل خاصی وجود نداره، اما مشکل اساسی ناامنی مسئله بیکاری است. بیکاری یک دردی است که هیچ درمان شدنی نیست بجز از اینکه برای طرف اشتغال و کار ایجاد شود. این پروژه نویدنده خوشی و نویدنده است که مردم افغانستان را میبره به سمت توسعه، میره به سمت عشق و علاقه به کشور و به وطنش. بسیار یک پروژه ارزشمند است. درست. بفرمایید. این که پیکر اقتصاد افغانستان را شما از نشانه بیکاری آسیب دیده قلمداد میکنید، پس فکر میکنین این پیکر فربهتر خواهد شد؟ کاملا. نگاه کن، یک امید، یک عشق، علاقه دوباره مردم پیدا میکنن، نه تنها کسانی که فعلا در خارج هستن، کشورهای همسایه هستن، انجینر هستن و بیکار هستن. حالا میبینه که کشورهای همسایه بدون چون و چرا بسیار فشارهای هنگام و
اما غیر اصولی را بالای مردم ما روزمره آورده را ایستن و مردم ما را عذاب میکنن. کل از این مردم بر میگرده خوشبختانه یا اکثر مردم ها فنی هستن میتونن که بسیار یک پیکر خوب اقتصادی را در افغانستان ایجاد بکنن و زمینه کار ایجاد شود. یک مسئله اساسی در کشور همیست. یک بخش قضیه است، دیگه دیدگاه هویت ملی است که وقتی که کار اشتغال باشه ناامنی و امو گزینه ها یا صحبت هایی که بسیار کشورها نگرشان به مهاجر است، فعلا هر جایی که بری مهاجر کشور ما شما جا حضور داره و مشکلات وجود داره و مسائل دیگه یک نگاه ها را منفی برای ادبای و کشور ما شما ایجاد کرده. چیزی طبیعی سیر ما با تقوی خبر بگیم درست جناب این نگاه ها دوباره مثبت میشه، نگاه ها مثبت میشه و این پروژه سرنوشت ساز در اقتصاد افغانستان است. ای کاش که هر چی زودتر آغاز میشد و آل ایران بسیار یک نوید خوش و یک نوید بسیار عالی است برای مردم افغانستان در بخش اشتغال، در بخش کار، در بخش اقتصاد. ما اقتصاد ما همه چی داریم، مشکل اساسی است که ما یک برنامه و یک ما چی مشخص نداشتیم جهت آغاز کارها. همیشه در امید بودیم که این شروع میشه او شروع میشه، متاسفانه چیز نمیشد. تشکر برمیگردم. فعلا امنیت وجود داره، ان شاء الله از این امنیت استفاده شد و تمام مسائل اجرایی شد. تشکر. خیلی ممنون آقای عطل. فکر میکنید چه موانعی سر راه پروژه تاپی وجود داشت در گذشته که 10 سال حتی بیشتر به تاخیر افتاد و سرانجام امسال ما شاهد آغازش هستیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زریر سمتنم تاس قدر من میلمانه تا تاس ټولو لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اول خود دغه عظیم ملی او سیمیز پروژه مبارکی د افغانستان درون او مجاهد ولسته وړاندې کوم، ځکه دا یو داسې پروژه ده چې دې سره یو مثبت بدلون ته د افغانستان مظلوم ولسونه ځي. دا یو قدم دی، داسې قدم دی چې ولسونه ورسره هوسا کیږي، اقتصادي برخې لا پیاوړې کیږي. نو که چېرته بیرته هغې موضوع ته لاړ شو چې دا څو کاله تقریبا د ډیرو کلونو نه د دغې پروژې خبرې کیدلې، ولې نه دی عملي سوي؟ نو په دې برخه کې که موږ حقیقت ته ځیر شو، ژمنتیا موجوده نه وه، تعهد نه و، داسې اخلاص صداقت نه و، نه زړه خوږی و د دې هیواد د خلکو په وړاندې، د دې هیواد په وړاندې، ځکه دغه برخې ټکنۍ کړې وې تر اوسه پورې چې دغه پروژه باید مخکې تدبیر در دولت های افغانستان نبود این تعهد، یا در دولت های مشترک مثل ترکمنستان و پاکستان اینها؟ شاید هغو کم دا ستونزې موجود دی، تر کومه تحلیل کیږي هغو دو کم دا اختلافات موجود دی. اکثره داسې پروژو کې نړیوال هم مداخله خپل کوي، ځکه دی که خپله ګټې ګوري، او په داخلي موضوعاتو کې هغو هیوادونو کې به مشکلات موجود و. خود افغانستان یعنی پخوانی نظام د دې په وړاندې دومره غفلت کړی دی چې دا د افغانستان د درون ولس په وړاندې یوه لویه جفا وه. هرچند یک بار افتتاحش رم کرد، کارش در ترکمنستان آغاز شد، او نشان دهنده ارادهشون نبود. زکه دلته افغانستان که د چار واګې د داس خلکو لاس کې وېس، هغه د خپل ګټو ته ژمن و، هغه د افغانستان د ودسونو ګټو ته نه و ژمن، هغه د افغانستان د آبادی او د پرمختیا د پاره ژمن نه و چې دا وطن آباد سي، دا وطن پرمختګ وکړي. د موږ ډیر الحمدلله ډیر قوي یعنی د طبیعي زیرمو ډک هیواد دی، دا داسې اقتصادي هیواد دی، داسې پروژې، داسې انرژي چې دې هیواد ته راسي او د دې نه ګټه پورته سي. ته باور وکړه دا افغانستان به په نړۍ کې یو اقتصادي هیواد واوسیږي. درست. و اینکه امنیت افغانستان دچار چالش های بود و بهانه می کرد حکومت های پیشین که امنیت فراراه تاپی هم مشکل داره، این هم یک دلیل بود یا فکر می کنید همو اراده وجود نداشت بهانه می کردن؟ نو خود دقی برخکیم که منگ لارس و دی و زوف و زکا کچیر تا چوک تعهد ولری، چوک د وطن پولان د واقعی حب محبت ولری، د دې ولس باندې خواخوږي ولری، د دې ولس په وړاندې هغه امنیت هم دا رقمي ملي پروژو ته، دا سیمه ایزو پروژو ته امنیت هم تامینولی سي.
ځکه هغه د خدای دا کوله چې موږ سره ډیر قدرت د نړیوال ورسره و په دومره یعنی شعار باندې چې دی ویلې چې موږ سره قدرت هم سر بیا هم د داسې و در امارات اسلامي تعهد و اراده کافیست به نظرتان؟ الحمدلله اسلامي امارات که داسې تعهد و اخلاص و صداقت موجود ده، لکه موږ چې په دې درې کلو کې د اقتصادي برخو ته نظر وکړو چې افغانستان کې څومره قوي یعنی څومره قوي اقتصادي ګامونه پورته سو، په یعنی تش لاس باندې داسې حالات کې چې په لاس کې څه نه وو، هغه بودیجه چې لازم و موجود نه وه، بیا هم تعهد و اخلاص و اوس په مثال ډېرې ملي پروژې لکه قوشتېپا د سالنګونو جوړېدل په داسې حال کې چې د بهرانیانو مرستې نشته په دې برخه کې، همداسې په کابل کې نورو ولایاتو کې لوی لارې جوړېدل، دا یو ډېر قوي پرمختګونه و اقتصادي برخه کې. بهتره ګرځم تاسو ته مننه. سلام جناب آقای فرهنگ، این که یک بخشی از کشورهایی که دریافت کننده مواد پروژه تاپی هستند از جمله ایران و پاکستان، ارزگاهی گلای مثلا پاکستان گلایه میکنه که امنیت ما را افغانستان مختل میکنه و ایران گلایه میکنه که عقابه ما را افغانستان نمیپردازه، اما کشورهای صادر کننده مواد تاپی مثل ترکمنستان و کشورهای آسیای میانه کشورهایی هستند که تعاملات اقتصادی زیادی با افغانستان داشتن تا اواخر. فکر میکنید این پروژه میتونه ارتباط منطقه افغانستان را هم بازسازی بکنه؟ البته ما یک چیز خدمت شما عرض کنم که موضوع بسیار خوب از شما فرمودین. اگر اراده قبلی در حکومت سابق می بود، درست است که پاکستانی ها، ترکمنستانی ها، هندوستانی ها فکر میکردن که در افغانستان امنیت نیست، این پروژه عملی نمیشه در سابق و فعلا امنیت است، این پروژه عملی میشه. اگر واقعا دولت مردای سابق اراده کامل و خوب می داشتن، در اون زمان کسانی که کلن در این مسائل مخالف قرار داشتن، او مخالفین هم فرزندای وطن بودن و کلن در این پروژه موافق بودن. من یک چیز خیلی چیزی را برای شما عرض کنم که او هم موافق بودن که پروژه بگذره. به خاطر چی؟ به خاطر ملت، به خاطر مردم، خانه ها و این مسیری از هم روشن می شد. هیچ کدام مخالفت در اون زمان هم مثال نه مخالف نه موافق هیچ که در این پروژه ملی نداشت. اما اگر اراده کامل وجود نداشت که پروژه را عملی بکنن، این یک موضوع بود. موضوع دوم ترکمنستان، اگر شما فرمودین مطابق سوال شما، ترکمنستانی گاز ادر میره. الان این گاز اگر برای از این طریق تاپی ها چی نکنه دو مناطق همه تو دعوا میره. این گاز ترکمنستان بنیاد زیاد داره از دیدگاه جیوپولیتیک، مهاد به خوشکست و او مجبور است که کوشش بکنه هر طریقی که میشه گاز صادر بکنه. یک رقیبی دیگه هم در پهلوی ترکمنستان وجود داره که جمهوری اسلامی ایران است. او هم علاقمند است که از طریق خود به پاکستان هندوستان صادر بکنه و این رقابت ها کاملا وجود داره. اما ترکمنستان کال پیش دستی که دک علاقمند صادرات است. یک بودی دیگه و یک بخش دیگه قضیه پاکستان ناامنی و مشکلات و زد و خورد هایی که فعلا در کشور پاکستان قرار داره، فعلا اگر این پروژه مگذره مردمش در کار در اشتغال میشه، خصوصا از طریق مرز مناطق بلوچستان که فعلا میبینید درگیری های بسیار عظیمی در پاکستان بلوچا داشتن و مشکلات عظیمی برای کشور بار آوردن، یا کلش در کار شوه. هیچ نوع مخالفتی مخالفین و مشکلاتی که در درون پاکستان داره مخالفینشان هم در کار میشن، در اشتغال میشن، برای زوا بسیار خوب میشه. اصلی روابط با پاکستان بسیار اصلی خوب ایجاد میشه، نه تنها با پاکستان بلکه برای هندوستان. این پروژه است که مردم منیس یک پولی دوستی و پول عشق و علاقه ارتباط نیک میتا درست بید. از دیدگاه شما از دیدگاه شما سودهای اقتصادی دیگرش را هم ارزیابی بکنیم. این که امارات اسلامی میگه 400 میلیون دلار سالانه به افغانستان سود خواهد داشت که تخمین زدن، اگر هم گاز و هم نفت از افغانستان میگذره، هم فایبر نوری میآید و هم سرک و هم خط آهن و بالاخره به منطقه عبور میکنه، از یک طرف به افغانستان بهای گذر و استفاده از خاک را میپردازند، از یک طرف شما اشاره کردید که بیکاری کار اشتغال ایجاد میکنه و از طرف دیگه هم سودهای اقتصادی فراوان گویا داره. فکر میکنید چه سودهایی خواهد داشت؟ سرمایه گذاران و تاجران که شما رئیسشان هستید چه بهره هایی خواهند برد؟
ما چې خدمتتون عرض کوم که اولا از دیدگاه انسانی، از دیدگاه منطقی، از دیدگاه اسلامی، از دیدگاه علمی، از تمام دیدگاه انسانی که شما فکر بکنید، یک نفر که برش یک روزی حلال و خانوادهش پیدا میشه، یک خانواده 5-10 نفری از این خوشحال میشه و یک نان حلال ماهانه بر خانهش میبره، این کلان افتخار به یک دولت مرد و یک دولت دار است که ایجاد میکنه به کشورش. این یک خیلی مهم است و خصوصا این صدها نفر در کار اشتغال میشه، هزاران نفر در کار اشتغال میشه، این خیلی مهم است. دیگه مسئله ای که برای ما سوال کردن که سرمایه‌گذاران خارجی اعتماد حاصل میشه وقتی که مثال در این پروژه مثال ده تا و بیش از شرکت های بسیار بزرگی که دارای تکنولوژی هستند، مثلا دارای لوله های گاز هستند، دارای لوله های فبر نوری هستند، یا بعد در این پروژه به خاطر منافعشان سهم میگیرند و ایرا که دیدن یا سهم گرفتن در این پروژه، شرکت های مختلف دیگه به علاقمند میشن که در کنار از برق از شرک های صنعتی ایجاد شوه، از گاز از شرک های صنعتی ایجاد شوه و در قسمت فبر نوری از شرک های اینترنتی مثال ایجاد شوه و همینطور در خصوص زراعت، کشاورزی و آبیاری و تمام این مناطق در این مسیر که واسه کل ترانسمیشن افغانستان یک سیستم تحول بزرگ در اقتصاد در زندگی مردم ایجاد میکنه. وقتی که اعتماد حاصل شد، همه علاقمند میشن که در افغانستان بیاین و سرمایه گذاری بکنن، چون و تاجر نگاه کنید، تاجر خارجی، تاجر سرمایه گذار دنبال منافع است. وقتی که بفهمه که واقعا منافع ما تامین است، یعنی شرکت ها رفتن اونجا منافع دارن، فایده دارن، خود به خود دیگر هم علاقمند است برای پاکستانیا امنیتشان تامین میشه، دوستیشان به افغانستان تحکیم پیدا میکنه از این شد و مده. درست دکتر سیب، اجازه بتین این بحثتان عمیق‌تر است، بعداً وسیع‌تر بهش بپردازیم. و بیننده های عزیز، میان برنامه کوتاه داریم، دوباره خدمتتان برمیگردیم. همچنان بیننده افغانستان 1400 باشید. سلام دوباره. و دکتر فرهنگ گرامی، حالا میتونید بقیه فهرست سودهای اقتصادی و تجارتی تاپی را بر بشمارید؟ ببینید که هر کشور همسایه ما شما ایران، مثال عروس مقامات ارشد وزارت کشور داخلش میگن مهاجرین بره، و بالاخره مهاجرین ما اکثرا در ایران که هستن کسانی هستن که فنی هستن، وقتی که یا بیان در پروژه برای تجارت اقتصاد سوق دادشان که بسیار زیاد نام نیک است، این چقدر یک فایده کلان است برای ما شما که از این گفته های مختلف کشورهای همسایه ما خلاص شدن در خصوص مهاجرت. و کشور همسایه پاکستان ما هر روز اخ و دب داره که ناامنی است، بینست وقتی که بگذره تمام مسیر مردمش در کار میشه، برای زیاد امنیت کشورش تامین میشه و یک ارتباط بسیار تنگ بتنگ بین افغانستان، پاکستان، هندوستان، ترکمنستان در خصوص امنیت و دوستی ایجاد میشه. این برای ازی کشورها بسیار مهم است، نه تنها برای ازی کشورها، برای با کل منطقه بازی ارزشمند است. همین کشورهای که حالا به مهاجر ما شما را فشار میاره، همین کشورها در اون زمان شرکتاش خودشان زاری خواهد کرد که ما را در پروژه هایتان سهم بدین، بیایم کار بکنیم اونجا، در بخش فنی، دانش فنی و در بخش تکنولوژی کار بکنیم. مهاجر ما شما را مگر یک تعداد هایی که بره در اون زمان با چشم قدر و عزت برش نگرششان تغییر میکنه. این بسیار یک نقش اساسی در بخش های مختلف داره، یک برنامه بسیار مدلل و مدعوان است که بعد چندین برنامه باید آدم صحبت بکنه در هر بود و در هر بخش ازید. تشکر. خیلی سپاس آقای عطل. شما در آغاز اشاره کردید که جهان هم مداخلات می کرد و از عوامل تأخیر در کار تاپی بود. امروزه ما در سوالم از آقای فرهنگ هم مطرح کردم که پاکستان و ایران گلایه ها و شکوه های از افغانستان دارند. از طرفی هم امنیت پاکستان به ویژه در مسیر تاپی هر از گاهی مختل میشه. به نظرتان امروز چالش وجود نداره در پیش روی تاپی؟ امروز نخواهد کسی مختل خواهد کرد فرایند انتقال گاز و نفت و انرژی را از آسیای میانه از طریق افغانستان؟ بشک من که حقیقت لارسو نو پدې کې نړیوال د رقمي پروژو کې نړیوال خامخا خپل رول ګوري، هغه کې خپل وانډه غواړي. نو مخکې نه تعهد موجود و، نه څه د امنیت ټینګښت برخه کې سستیاوي امنیت موجود نه و، نړیوالو خپله سهمیه غوښتله، چا زړه نه ښه کاوه. اوس خو الحمدلله چې اسلامي امارت راغلی، امنیت محفوظ ده، ټول راضی ده، د هیواد که امنیت ټینګ ده،
او نو په دې برخه کې ایران او پاکستان هم اوس په دې برخه کې مطمئن کیږي کدا پروژه هغه د یعنی عملی سي مثال کار جریان ته ولویږي هغه دوم خوشبینه دي چې دا کار به د موږ په ګټه نو خامخا د نړیوالو مداخلات دې برخه کې شته خو اوس د خوشبختی زیاده ده چې افغانستان اوس خپلواک دی چا د فکری او د حربي استعمار لاندې نه ده خپلواک تصمیم نیسی د داسې پروژو چې هغه د هیواد په ګټه دی هغه د ولس په ګټه دی په ډیر جرات او په ډیر اخلاص صداقت سره پلی کوي تر څو دغه ولسونه د نظام یو هوساینې ته ورسیږي زموږ د اوس په مختلفو برخو کې ډیر ښه کادرونه لرو د هیواد نه بهر تللي یعنی مثال کار کوي مزدوري کوي نو چې دغسې پروژې تطبیق سي په داسې فرصت کې چې امنیت ټینګ دی راسي هغه هیوادوال زموږ ځوان کادرونه دلته بوخ سي د موږ کورنۍ یعنی چې هر کس هلته یو کادر کار وکړي مثال یو ځوان کار وکړي یو بل هیوادوال کار وکړي هغه سره د کورنۍ لاس غړي هوسا کیږي یعنی پروژه آنقدر زمینه اشتغال زایی به نظر شما داره که با مردمی که در افغانستان هم هست کافی است و با کسانی که در بیرون هم هست کادرها باید بر بگردند بالکل خو من گویم چې هر برخه کې کادری ځوانان او ته کادری قشر ته اړتیا ده نو کیدای شي دا د پروژه کې دا خلکو ته اړتیا وو سیږي چې هغه ډیر یعنی خشه کارونه وو سیږي د موږ ځوانان خ کادرونه اوسې که بهر ته لیزین ستونزو لواجه هغه راسي دلته کار زمينه ورته مسایدي تقریبا د 2000 کسانو د پاره د اټکل مخې چې ما کوم معلومات ترلاسه کړه په مستقیم ډول په اولو کې خلکو ته وظیفه پیدا کیږي دوه وظیفه دایمي خواهد بود یا وظیفه یعنی موقتی؟ یعنی په لومړی وختو کې خو 2000 نفر ته رسمي وظیفه ده چې پیدا کیږي وروسته دا غنه دغه پروژه ساده ساتنه غاړي اتمن یو قوه بشری قوی ته ورته اړتیا ده همداسې نورو برخو کې چې دا یعنی سرک که جوړیږي هغه برخه کې کار ته اړتیا ده قوه بشری قوی ته اړتیا ده چې هلته کار وکړي کاري زمینه ورته برابر شي همداسې که فایبر و نوري تیریږي په دې برخه کې خلک اخته کیږي په کار باندې ځکه دا خو کله افغانستان په برخه کې دا تیریږي 1000 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې دا تیریږي نو دا خپله د کاري فرصتونه دي او د اسلامي امارات تعهد او ژمنتیا ده چې داسې پروژې بغیر د تاثیر د نړیوالو نه یا د ګاونډیو نه یا د سیمه ییزو هیوادونو یعنی عملي کوي اقدام کوي د خپل د ولس لپاره او دا یوازې د افغانستان د پاره ګټوره په هر ترتیب 100% افغانستان د پاره ګټوره ده همداسې د نورو ګاونډیو سیمه ییزو هیوادونو د پاره ګټوره ده ځکه ترکمنستان ده افغانستان ده پاکستان ده همداسې تر هند پورې نو دا خپله د دې څرګندونه کوي چې هرې برخه کې د ولس په ګټه ده ډېره مننه آقای فرهنگ شما چقدر همسو هستید با آقای عتل که حتی امکان داره در چشمانداز این ما منتظر برگشت کادرهای افغانستان در زمینه های گوناگون دوباره به کشور باشیم؟ مسئله اساسی است که این پروژه دارای یک مسئله است که دانش فنی نیاز است. درست. دانش فنی که با کسانی بعد که در بخش های مختلف دانش فنی داشته باشند به اون نیازمند است خصوصا کشورهای همسایه مثل جمهوری اسلامی ایران اتباع ما شما کجا کار میکنه در بخش نفت گازش و در بخش لوله‌کشی نفت ها و مسائل دیگه که وجود داره کلا فنی شدن برای ازا بسیار نیاز است که بیان در بخش دانش فنی در این پروژه کار بکنند و این یک چیز طبیعی است که وقتی در کشور خود کار کردیم معاش هم روزا اما وقتی که معین است سر ما میرسه و پول زیاد میرسد و بسیار زیاد مسائلی است که اما آرامش مسئله را داری به او خاطر فنی ما نیازمند هستیم دانش فنی ما نیاز داریم به او خاطر برگشتن یا آمدن کسانی که در این مسئله دانش فنی دارن برای افغانستان هم خوب است و برای ایران خوب است گفشان کاملا درست است که درست. نه تنها در افغانستان بس که از پاکستان بلکه از کشورهای دیگه
در این زمینه در خصوص دانش فنی ما نیازمند هستیم و این گاز که است بسیار ظرافت های خاصی تکنیکی داره که این را تکنیسیان های به خصوص میتونه که اجرایی بسازن و کار بکنن. ما در زمینه های مختلف در این اواخر در این سال ها ادبای ما که مهاجرت کرد در کشورهای مختلف ماشاءالله بسیار دانش خوبی را در زمینه های مختلف آموختن. آمدن از یا باعث شکوفایی اقتصادی افغانستان هم خواهد شد. درست و همینطور از روزنه جیوپالیتیک و جیو اکانومیک افغانستان که همیشه گفته میشه ظرفیت بالقوه ایره که چهارراه ترانزیتی منطقه و جهان باشه داره. در کنار تاپی که حالا این بتونه یک قدم عملی نشان دهنده باشه، چه ظرفیت ها و چه زمینه های دیگری اقتصادی افغانستان داره که باید عملی شود در ادامه؟ شما ببینید مثال خیلی کوچک برای شما بودم. پاکستان حدود 280 میلیون یا 300 میلیون تقریبا نفوذ شده. پاکستان تمامش نیازمند اجناس آسیای میانه است. آسیای میانه یک کشور نیست. آسیای میانه CIS چندین کشور است که مثل ازبکستان، شروع تا تاجیکستان، ترکمن، قزاق و قرغیزیا یک عالم هستند. یا کلش امتیع و اجناسی دارند که بسیار نیازمند پاکستانی هاست و از طریق پاکستان به جنوب شرق آسیا و کشورهای پر جمعیت بسیار عظیمی قرار دارد و میتونه که پاکستان صادرات بسیار عظیمی و این کشورهای آسیای میانه داشته باشه، آسیای میانه برای زوا داشته باشه و افغانستان در این ترانزیت و در این خط ترانزیتی بسیار یک نقطه مهم ارزشمند است که اگر ما این را اندازی بکنیم برای افغانستان بسیار سودمند میشه. البته در قدیم ها یک فیزیبیلیتی استدی از این که مثال از سپین بولدک و از تورخم و از طریق خاف سنگان ایراد بیای خطرهای آهن به ایرات و از طریق برای بادغیس و برای به سمت تاجیکستان شیرخان بندر و یک خط دیگه هم چندین خط دیگه هم از طریق ترمز و حیرتان بیای به سمت بامیان و حیرت و خط ترخم و سپین بولدک هم بیای به سمت بامیان و دوش یک جایی تخلیه‌گاه شود چون خطوط ریلی آسیای میانه روسیه فرق میکنه با خطوط ایران و پاکستان استانداردش با هم فرق میکنه. در اینجا بامیان قسمت جای تخلیه‌گاه شد و از این طریق تبادل کالا صورت بگیره. برنامه‌اش وجود داره. این از قدیم الایام برنامه های بسیار کلان اقتصادی در افغانستان وجود داره، اما چون این مشکلات عظیمی که در کشور ما ایجاد شده بود و بود نتانسته این پروژه بزرگ اقتصادی اجرایی شد. اگر واقعا پروژه ترانزیتی در افغانستان اجرایی شد افغانستان بسیار زود میتونه که افغانستان نگاه کنه مکس برتان بگم دیدگاه اقتصادی شما ببینین که ما پیسه یا فایننس زیاد نیاز نداریم، همه چی داریم. ما باید فکر اقتصادی و برنامه های خوب مدون اقتصادی که طرف ها را مثلا مثل بانک جهانی، بانک توسعه آسیا، بانک های بزرگی که در خصوص افغانستان فعال هستند و مکلف هستند، وظیفه دارند در خصوص آسیا فعال هستند، یا را اگر توجهشان را جلب بکنیم در برنامه های ما بسیار عاجل و آنی میتونن یا فایننس بکنن پروژه های کلان در افغانستان و ما میتونیم به شکوفایی برسیم. تشکر. خیلی ممنون آقای عطل. اگر راه آهن یا خط ریل هم که از این مسیر میگذره و روابطی که ما با آسیای میانه داریم، اشارات دکتر فرهنگ داشتند که میشه مرتبطش ساخت با این که یا ازش دریافتی ره که ما که صادرات و وارداتمان را بیشترش را وارداتمان را البته بیشترش را از مجرای پاکستان داریم، ما میتونیم این امید را هم داشته باشیم که دیگه وابستگی من به پاکستان از مجرای واردات و در بخش های کمی صادرات هم کم شود یا پایان پیدا بکنه و ما خودمان تصمیم بگیریم که از کجا وارد کنیم، مثلا از طریق آسیای میانه؟ بلکل ده افغانستان سیده چلور لار حیثیت لری پا آسیا که ده آسیا چلور لار ده، نو دلته ترانزیتی پیوندونه د هیوادونو ترمنځ دا سده منګ خودکفا کوي د سره اوغو هیوادو ته منګ نه احتیاج کوي محتاج کوي چې ځینو حساس وختونو کې د منګ په وړاندې ناوړه تصمیمونه نیسي لکه پاکستان. تاسو ویلې چې پاکستان ته منګ اجازه پیدا نه کوي چې منګ غزا نه واردات وکړو.
ځکه یو هیواد صادرات ولري ګټه ډیره ده، نو که د هغو هیوادونو نه واردات ولري چې هغه د افغانستان په وړاندې ښه چلند لري، ښه نیت لري، بیا خو د افغانستان ګټه ده. نو د موږ چې کله مثال میوه پخیږي پاکستان په هغو وختو کې د لارې بندوي که حقیقت ته موږ لاړ شو، نو چې کله د هغو میوه پخیږي بیا دې خواته د موږ نیت صفا ده، لارې نه بندیږي. دا د هغه ناوړې ګاونډي ناوړه کړنې دي چې یو زاره یو نگانه غواړي ضرر وارد کړي. نو افغانستان د آسیا څلور لاره ده، د ترانزیت د وصل په برخه کې چې د نورو هیوادونو سره وصل سي، دا به موږ لا پیاوړتیا ته ورسوي، لا به اقتصادي برخه کې موږ خودکفا کړي، ځکه هغه اجناس چې موږ د پاکستان نه بې کیفیته مثال ضرورت لرو رواردوي، هغه د یو بل هیواد نه ترانزیت د لارې روارد کو د ریل پټلۍ په واسطه باندې، دا به د افغانستان په ګټه ډیره وي، د ولس په ګټه به وي. نو و بالاخره این که آسیای میانه به ویژه کشورهای همچون ترکمنستان، قرقزستان و قزاقستان که یه آخر روابط و تعاملات زیاد اقتصادی با افغانستان داشتند، اینها در کنار تاپی به سود خودشان فکر خواهند کرد که بتوانند در صادرات و واردات افغانستان هم گام هایی به سود مشترکمان بردارند؟ یا وقتا که من فکر رو کسی ای مسئله ته د هیوادونو سیدی یو بل ته اړتیا لري، هغه که په ډیپلوماتیکو برخو کې، که د راکړې ورکړې اقتصادي برخو کې، او که په نورو برخو کې، ځکه یو هیواد غواړي چې هر اړخیز پرمختګ وکړي. نو که چیرته موږ څونه ضرورت لرو دې هیوادو ته، هغومره هغه هیوادونه موږ ته ضرورت لري، ځکه د هغو د اوس دغه تیلو ګاز موږ نفتی مواد چې موږ دغه پروژه کې تطبیقیږي تر هنده رسیږي. اوس ترکمنستان کې همداسې روسیا کې دغه مواد زیات دي، نو دوی غواړي چې دغه د موږ مواد په یو پورته نرخ باندې د هیواد نه ووځي ګاونډیو هیوادو ته، ګاونډیو هیوادونه انته سیمه ییزو هیوادو ته، سیمه ییزو نه حتی نړیوالو ته، ځکه د موږ هغه اقتصادي کچه پورته سي، د اقتصادي برخې پیاوړتیا ترلاسه کړو. نو 100% دا هیوادونه یو بل ته اړتیا لري، نو ضرورت دا ده چې خپل منځو کې سره د راکړې ورکړې په برخه کې ښه سره نزدېکت ولري، دا د دواړو هیوادو په ګټه. مننه بیننده های عزیز، باز هم میان برنامه داریم، همچنان بیننده باشید، دوباره برخواهیم گشت. دوباره خوش آمدید و جناب دکتر فرهنگ، من سوالی را که در مقدمه مطرح کردم و انتظاری را که داشتیم این بود که بتانیم افغانستان را با منطقه بیشتر متصل کنیم، اما اعتبار منطقه‌ای و جهانی افغانستان که در این اواخر یکی از دردهای افغانستان به رسمیت نشناختن و آسیب دیدن اعتبار بین المللی افغانستان هست، به این حوزه هم تاپی، تاپ و دیگر پروژه ها کمک می کنند؟ مسئله اساسی است که کمک نیست، در حقیقت آسیب میرسانه، اما پروژه منطقوی است. نگاه کنید، پروژه های منطقوی بین همسایه ها مثل ترکمنستان همسایه ما، پاکستان همسایه ما و این کشور ها همسایه ما هستند. پروژه های منطقوی نمیشه که مثال کشورهای که ما مشکلات تحریم داریم یا مشکلات روابطی نیک نداریم و ما را آسیب برسانند. به او خاطر در پروژه منطقی آسیب منطقوی که با همسایه ما داریم، ما میتونیم را بسیار با خوبی و خوشی انجام بدیم. کدام آسیبی، کدام مشکلی در این مسئله نیست. صرف در یک مسئله ما آسیب میرسانده رسانده در خصوص تادیات پولی، که اکثرا تادیات پولی از طریق مسئله LC یا Letter of Credit یا مثال مشکلات امو بانکی هست که یا به نیویورک میره ثبت نشه پولا و دوباره برمیگرده به خاطر مسئله پولشویی، یا در این مسئله اکثر مشکلات هست. هم چون منطقوی است میتونن که از طریق امو کردیت های بین بانک به با بانک، مثلا ما میتونیم بسیار بانک های خوبی خصوصی داریم، همین بانک ها را ما مثلا در کار بندازیم و در آسیای میانه مثلا فعلا خصوصا در بخش نفت و گاز که شما فکر بکنید
بانک‌های خصوصی افغانستان هم فعلا اکثریت مواد نفتی افغانستان فعلا که مواد با کیفیت خوب است از طریق برج ترکمنستان و پالایشگاه سعیدی و از همی جایی که بر ما گاز میتن از همی روزانه میآید و اکثرا تاجرای نفتی ما در جریان هستند. صدای ما را میشنم که یکان داد ستودی هم که میکنن زیادتر هم بانک غزنفر بانک برشان انجام میده و این تو بانک ها را ما میتونیم که در این زمینه در کار بندازیم که این نقطه را حل کنن و از طریق قضی بانک ها این نقطه حل شدنی است. بعدی باریکی ها را این مسئله در نظر بگیریم. اما خیلی کسا و کسانی که کارشناس نباشن و نفهمن مسئله اقتصادی دقیق و شاید در رسانه ها در چیزهای مختلف سر صدا بکنن که نه ما تحریم است، ما مشکلات داریم و فلانی مخالف است، این مخالف از دنیا و ما مخالف از سفارت در دنیا نداریم، نداره و هیچ نوع کدام پرازیت منفی بالای پروژه انداخته نمیتونن، چون پروژه منطقوی است. ما به یک همسایه خود معامله کنیم و دو تا همسایه دیگه ما میطرف است با یا معامله کنیم، ما میتونیم پولایم تبادله میشه، پول 400 میلیون که شما فرمودین به حساب افغانستان بیا از طریق از بانک های خصوصی هم بسیار به شکل اساسی میتونه ایران مدیریت کرد. نگاه کنین ما در تحریم کدام تام قرار نداریم. ما مثلا الان داد ستود به سازمان ملل و آمریکا و اروپا و کل کشورها داریم، الان کمک های بشر دوستانه که میرن برای افغانستان میتن به بسیار به شکل اساسی خوینم. یک روابط پولی ما داریم با او دیگه مشکل نداره. این یک موضوع. موضوع بانک ها تحریم نیست به نظر شما و این پولایی که همیشه افغانستان میخواه از آمریکا که باید آزاد بکنه اینا به نظر شما نمیتونه مرتبط نگاه کنن او یک بحث دیگه است. درست. شما 9 میلیارد و 5 میلیارد که در بانک سوئیس است پشتیبان پولیس است. او پشتیبان این پولی ما شما هدر نمیره، اونجا موجود است. او را که به افغانستان بیار افغانستان چی بکنه؟ یک بحث های اقتصادی است که آدم باید او را بسیار کارشناسانه مثال ما شما مدیریت بکنیم و چی بکنیم. نگاه که همی پروژه را که اگر مثال ما سرش فعلا فوکس بکنیم این پروژه را ما میتونیم بسیار به خوبی مدیریت بکنیم. ما مشکلات اساسی ما هم در دولت های قدیم هم در آل بانک های ما کاملا از مشکلات داشتن. فعلا هم ببینین که پولای سپرده های مردم بعضی از بانک های خصوصی که فعلا در مشکلات است پولای مردم نتن گفتن پولای مردم بردن خودشان عیف مال کردن رو اساس بانک ها کال بر مردم پول نمیتن. یک چند تا بانک خصوصی اما مثال برعکس مثال بانک های مثال مثل ای آی بی بانک یا مثال از بانک یا مثال همین بانک غزنفر بانک که ما خدمت عرض کردم بسیار بخوشی با مردم پول میدن مشکلات است. یا بانک ملی افغانستان مشکل بانکی دهی مثلا وجود نداره. بعضی بی ارزگی از خود رؤسای بانک ها بودن که مشکل خلق کردن در خصوصی مسائل بانکی. ما شما یک چیز خدمت تان عرض کردم که نقطه رو شما دقیق داشته باشین. او است که جمهوری اسلامی ایران بیش از 40 سال در تحریم کامل نقطه به نقطه زمینه به زمینه قرار داره. یعنی نقطه به نقطه برش چی کده که اینی بندری تو، اینی بانکی تو، اینی شخصی تو، اینی افراد تو نقطه نقطه بر ازا مشخص کدگی ست دنیا تحریم. اما ببی که تکنولوژی پهبادی یا چی دیگه به کل دنیا فیران ایرانی ها صادر میکنن چی هست؟ یا از امو نقطه های بسیار خوبی مدیریت بحران تشکیل دادن و دور زدن بحران و تحریم به شکل اساسی مدیریت کردن. در تمام زمینه ها میشه مدیریت کرد، میشه کار کرد. افغانستان در وقت تحریم آمتان قرار نداره. بسیار چیز به خصوص گفته هاست یک سراب است که ایجاد شده. ببخشید یک ما وقت نگرفت. تشکر. و آقای عطل ظرفیت، توانایی و قابلیت مدیریت چالش ها و مشکلات و پیشرفت های اقتصادی در امارت اسلامی یا در افغانستان امروز وجود داره. شما قطعا اشاره کردید که اراده وجود داره و این هم سندش، اما چقدر ظرفیت وجود داره که همه روند پیوسته در حال توسعه باشه و چالش ها کمتر شود؟ بلکل یوی برخه که دیوی برخی پیاورتیا ده پار تعهد، اخلاص، صداقت او مسلک ده یوارین چیزونه دی چی یوی اداره ثبات ترسی تقویه کهی. نو اقتصادی برخو کمنگ فکر رو که ده اسلامی امارت در آتک نوروز ده دست اقدامات سوی دست یعنی پرمختګونه ترسره سوي سي دا خپله د مسلک او د تعهد او د یعنی د خپله هغه سرګندونه کوي په دغه مسلک کې د وړتیا سرګندونه کوي.
ځکه منګ په داخلي اقتصادي برخو کې وګورو، خارجي سیاست د اقتصادي برخې ته وګورو، ډیر پیاوړی سوی د اسلامي امارت د راتګ سره ډیر پرمختګونه هم کړي د په داسې حال کې چې نړۍ موږ سره د یعنی تعاملات په رسمیت پیژندلو کې ځان شاته او هغې خو دېخوا کوي په خپله منافقت کې. نو په ځینو برخو کې که موږ حقیقت ته لاړ سو ډېر ښه پرمختګونه یې اسلامي درست و یک این بحث است. یکی پرسش مشخص ما ای هست که در رهبری دولت امروز افغانستان مثلا وزرای اقتصاد و پترولیم و نفت و اینها و در ریاست ها در مسئولین دیگر تا سطوح پایان، کاردانان اقتصادی، کاردانانی که در حوزه تجارت بفهمند و متخصص باشند، از طرف امارت اسلامی وجود دارند، استخدام شدند، حضور دارند که فعالیت بکنند و از این فرصت های اقتصادی بیشترین بهره را ما ببریم؟ بالکل که منگا د اقتصاد هغه ښه مدیر ته لاړ سو. ملا برادر هغه د اقتصاد مدیر دی چې د افغانستان اقتصاد یې پښو ودراوه. همداسې د اقتصاد په برخه کې وزارت مالیه کې حاجي صاحب ملا ناصر اخوند چې مالیه وزیر دی، همداسې هدایت الله بدري صاحب چې اوس د معدنو وزارت وزیر دی، همداسې د نور هغه مسؤولین لکه حاجي صاحب حاجي مفتي صاحب عبدالمتین سعید چې د ګمرکونو عمومي رئیس دی. ای بزرگا درس اقتصاد خواستن اینو خواندن؟ درس که نه دی ویلی، درس که نه دی ویلی، خو دومره پیاوړی دی په اقتصادي برخو کې چې تاسو دغه د اقتصادي برخې وګورئ چې څومره روښانه شفافه د پخوانه ډېرې پیاوړې سوي دي. پخوا که مسلک و تعهد و خو یعنی خیانت و فساد و یعنی د ملي خیانت باندې خلک اخته و پخواني حکومت مسؤولین، خو اوس دغه مسؤولین چې اوس هغلته په خدمت لګیا دي، ته باور وکړه دغه برخو کې هغه د کلونو تجربې لري، تجربه سره څنګه که هغه د خپل مهارتونه اقتصادي زده کړې لري چې کړې دي. جنبندی ته بیرته را ګرځم تاسو ته. دکتر صاحب شما کوتاه جنبندی بکنید و پیشنهادتان به نظام حاکم افغانستان امارت اسلامی چی است که چه کارهای در زمینه مرتبط بکنه و چه سودها استفاده های از تاپی و پروژه های امثالش بکنه؟ بهترین استفاده ایست که یک سیستم را ایجاد بکنه و آغاز شدن تاپی باید در تمام زمینه ها پروژه های دیگر هم یک برنامه یک پروپوزال ارائه بدن و مردم همزمان تشویق بکنن، چون زمان در تجارت زمان بسیار مهم است برای ما و این زمان بسیار کم مانده و زمان کم است، همیشه تلف شده و وقت افغانستان تلف شده و مردم در بیکاری در بیچارگی رفته. باید از این زمان ما شما استفاده بکنیم. همزمان با تمام پروژه ها را پیشنهادات چم با بانک جهانی و بانک توسعه آسیا بدن که با فایننس بکنن و تشویق بکنن شرکت های چند ملیتی و شرکت های بزرگ که دارای تکنولوژی هستند در قسمت راه، در قسمت تونل و در قسمت معادن در افغانستان یک سرمایه گذاری های واقعی و داخلی صورت بگیره که پروسس شود که در تمام زمینه و در تمام ولایت افغانستان یک شور و شوق اشتغال و کار ایجاد شود. این میتونه بسیار یک سیستم پایدار و یک سیستم اقتصادی عظیمی رو برای افغانستان از این حالتی که فعلا وجود آمده از این حالت میتونیم بسیار یک استفاده خوب بکنیم. اما دولت مردا کسانی که دستن در کار در زمینه های مختلف هستند یا میتونن که چرخش به شکل سریع و به شکل عاجل در چرخش بیارن و مردم تشویق بکنن، هم نهادهای بین المللی را هم نهادهای خارجی و داخلی را که بیان در زمینه های مختلف هم کشورها را سرمایه گذاری بکنن. و آینده اقتصادی افغانستان را چطور پیش بینی میکنید؟ آینده اقتصادی افغانستان به اساس منافع است. اگر واقعا یک شور و شوق ایجاد شود و مردم تشویق شود و پروپوزال های مشخص برای مردم داده شود، هر کس منافع خود را میبینه، به اساس منافعش هر کس حاضر است در افغانستان سرمایه گذاری بکنه که طبیعی است. الان شما
تصورات فرمودین که منافع کشورامی ترکمنستان بسیار منافع داره که گازش هدر نره صادرات شود. پاکستان منافع داره که چه هر کس به اساس منافع خود میبینه. بعد ما از منافع زیاد در مقابلشان قرار دادن به استفاده خیلی خوب بکنیم که در افغانستان پروژه های دیگر هم تقویت بکنیم و ایجاد بکنیم و مردم را تشویق بکنیم که شور و شوق در وفاق ملی به کل مردم افغانستان ایجاد شود که مردم در کار اشتغال شود. تشکر از شما و از همکار محترمتان. ممنون. و تلسیب یک دقیقه آخر برنامه تاسو جنبندی و که در افغانستان اقتصادی راتلون که تاسو سرکم وینه؟ الحمدلله در اسلامی در افغانستان راتلون که در اقتصادی راتلون که دیر روخانه ده. دست پرمختگونه دست اقدامات در دی هیواد و در دی ولسون در حسین پا بنا دی. نو دا دخل کنه د ما تقاضا ده چې د دې نظام ملاتړ وکړي د زړه له کومې او دغسې پروژو دغسې اقتصادي پرمختګونو شکر وکاږي د داسې مشرانو شکر وکاږي چې شپه ورځ ورته اړتیا لګیا دي د دې ولسونو د هوساینې دپاره کار کوي د دې ولسونو د امنیت دپاره کار کوي دا فرصتونه بیا موږ سره نه وي نو په کار ده چې لاسونه سره ورکړي د افغانستان ولسونه په اقتصادي برخو کې په امنیتي برخو کې په ټولنیزو برخو کې اخلاقي برخو کې سره یو سي کار وکړي تر څو د نظام تقویه سي پیاوړی سي ټول ولسونه آرامه سوکاله د یو چتر لاندې د یو کلمې لاندې ژوند وکړي تر څو ډېر پرمختګونه نورم ولري. ډېره مننه. تشکر از شما اسدالله عتل، آگاه سیاسی در استودیو، و همچنان از شما دکتر عبدالهادی فرهنگ، رئیس تاجران و سرمایه گذاران افغانستان و اقتصاددان، از حضورتان در برنامه از طریق اسکایپ. و ممنون شما بیننده های عزیز افغانستان. 14 ساعت تا دیدار فردا شام. خدا نگهدار.